درود و رسای عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه تندرست باشید و نگهبان خانواده و جامعه باشید یه خبر دیگه شنیدم در مورد کرونا اینکه داروی ضد کرونا در آبادان کش شده البته امیدوارم طبق معمول اونطوری که میگن آبادانیا چاخان میگن و بزرگ نمایی میکنن یک چخان آبادانی یا بلوف آبادانی نبوده باشه جدا از شوخی معاون آموزش پژوهش دانشکده علوم پزشکی آبادان و تیم تحقیقات افونیشون گفتن که یک تحقیقاتی انجام دادن دکتر سارا مبارک تایید کرد اینو تأ... اسمش رو سرچ کنید سارا مبارک و ایشون گفتش که اینا تونستن که با داروی ترکیبی روی بیماران کرونا یا هم کووید 19 تونستن که مرگمی رو به صفر برسونن خیلی اهمیت داره وظیفه وزیر بهداشت اینه که هر چیز زودتر با این تیم تحقیقاتی تماس بگیره و بررسی کنه که چه ترکیبی دارویی بوده که تونسته مرگمی رو ولتابر یه رو به صفر برسونه و حتی باعث کاهش طول بستری شده این گروه تحقیقاتی که در دانشکده علوم پزشکی آبادان بودند از داروهای استفاده کردند که به کمک اون علائم بالینی زودتر و سریتر بهبود پیدا کرد تنگی نفس به سرعت برطرف شد و مراقبت ویژه نیز کاهش پیدا کرد و این در آیتول بیمارستان آیتول طالقانی آبادان بوده و این خان دکتر سارا مبارک گفتش که در نتایج اولیه بسیار مسرت بخش بود و در مقایسه با پروتکل کشوری از نظر مرگ و, میر و روزه بستری و تنفس تنفس عادی نتایج بسیار خیره کننده بوده است و اینا دو تا گروه انتخاب کرده بودند یک گروه شاهد و یک گروه که این ترکیب استفاده کردند و خیلی نتایج مثبت بود مرجع رو به سیف اگر این خبر درست باشه و از این خبرها زیاد میشنویم روز اگر این خبر درست بوده باشه خب خدمتی به جهانه و هر چیز دیگر به به این گروه رو در واقع پشتیجه کنند البته اونجا من, من فهمیدم اینا دنبال چاپ مقاله هستن می‌خوان مقاله اش ممکنه در واقع اسرارشون رو نگن آمارشون نگن برای که مقالشون توصیه نشه ولی باید با حفظ اسرار یا این چیزها که اینا بتونن راحتتر این داروتو کشور اگر نتایجش واقعا خیلی کننده باشه میتونه خیلی موثر باشه و دولت بالاخره این دولت نکبت بالاخره مجبور شد تحت فشار قرنطینه شهرها رو شروع بکنه اگر این کار میکرد اینا دیدن که دفعه مرگوی میره داره زیاد میشه ملت هم باشه شدن رفتن محشد باز من میگم این ملت ما ملتی هستیم که در واقع فرنگ عمومی پایینی داریم باز بعضی ناراحت میشه ولی این واقعیت یه دیگه فرنگ عمومی کشور پایینه و حالا مجبور شدم بالاخره شهرها رو قرانتینه کنم باید همون اول راه های ورودی به استان های شمالی رو میبستن یا به تهران رو میبستن و موج اول کرونا و سفر تهرانی ها به شمال رو انداخت بعد به مشهد بعد به همین جایی, هم جایی هم جایی چرخی الان هم 50 درصد مردم رفتن مسافرت و روانی هم امروز گفتش که ما کمبود تخت و اینجور چیز رو نداریم این هم یه حرفی میزنه دل من میلرزه چون که هر اینقدر 900 داره و نکبت هست هرچی که برعکس میشه و میترسم ما نگرانی کم بوده تخت و که قطعا کم داریم مشهد و به خاطر این که رفتن مشهد باید در مشهد میبسن میبستن نمیدونم تو کشور مدیریت مشکل داریم دیگه متاسفانه و اینطوری هستش که حالا باید همون کاری که چین کرد روز اول گفتم باید حکومت نظامی بشه تا مردم اجازه داشته باشن کشور یکونی میلیاردی اگه کسی میخوا بره خرید فقط دو بار وقت اجازه داره از خونهش خارج بشه بره خرید بکنه و نامه باید داشته باشه که بتونه خیابون گیرش بهش گیر میدن و خوب چین به طور عجیبی رسد کرد مردمش رو و خوب تونست کنترل بکنه امروز هم یه مطلب گذاشته بودم در مورد اینکه کرونا بر اساس یک مشاهده شخصی یکی از پزشکان به من گفت و بیمارستان اینکه روی سیگاریا و روی تریاکیا اثر نداشته این فقط مشاهدات یک شهر روی بیمارستانه این رو باید من اعلام کردم که اگه پزشکان دیگه یا جایی دیگه اگر چین تجربیاتی دارن بررسی کنن آیا واقعا این خبر درست است یا نیست یا درسته که روی سیگاریا و تریاکیا اثر نداره بعیدم نیست چون که واقعا ریه سیگاریا و تریاکیا انقدر دود کشیدن ریهشون خیلی زخیمه و احتمالاً و اون چیزی که این رو زخیم کرده یه لایه از سمومه یک سموم غلیزی دور این بهش میگن آل اوول یا همون کیسه چهاش قرار داره و یه نیست لایه زخیم از سموم که این دورور در واقع نایجا و و کیسه ها هستن نفوز نفوذ پذیری ویروس رو کم بکنه و اتفاقا اگه قرار یه دارویی ساخته بشه برای درمان سریعتر التهاب ریه باید هم از طریق دود باشه حالا لزوما سیگار نه گفتم که هم خیلی انبر نسار شبی سیگار تو حتی جمع یا هم گیاهی که من گفتم برای افونت ریه بسیار مهمه گیاه پای خر بش میگن یا تو سیلاگو میگن و این را باید فکر کنم دانشمنده دا و معققان کشور رو داروهایی که از طریق دود چون سریتر به داخل ریه میره سریتر میتونه بریستا رو بکشه و اصلا دودها بر اساس عوستا میگن بر اساس کتاب قدیم میگن. قوی ترین اونجا موقع میگفتن دروج قوی ترین ها دودها هستن این دودهایی هم که هم یکی نمولدش اسپند است و خیلی جزایدگی دیگه نه بلکه تو شهرها زیاد باشه تو خونه ها زیاد باشه دودها و بخارها میبینن بعضی از این کانال و بعضی آدم ها مسخره میکنن خب نادانیشونه تاثیر داره تاثیر داره و میتونه بسیار مثر باشه امیدوارم این خبر آب درست باشه در هر صورت نبوخ تو این کشور ابن سینا هست من همیشه دعا میکردم هرچه زودتر پزشکان ایرانی و محققان ایرانی هر چه درمانش رو پیدا کنن درمان بسیار مهمه بسیار مهمه چون که رویه رو بالا میبره ترس مردم رو کم میکنه مردمی رو پایین بیار حالا وقتی مرگ به صفر برسه ولی ابتلا زیاد باشه اشکال نداره چون که بعدا بدن همه انسان ها میسازه یک از درمانی همینه که از سروم شفا افتگان استفاده میکنم برای درمان اینها و در ویدیوهای قبلی توضیح دادم همه کسایی که مبتلا به کرونا میشن حتی اونایی که میمیرن بدنشون داروی ضد کرونا رو ساخته متا حجمش کمه یعنی در سرعت طول مثل ویروس ها زیاده و شدت و تعدادشون زیاده بدن کم میاره یه نابرابری ایجاد میشه و همون فرد بیمار در حال فوت داروی ضد کرونا رو داره منطقه باید کاری بکنه مقاومت زیاد بشه که بتونه بدن بالاخره در نبرد با ویروس پیروز بشه شبتون خوش روزتون خوش امیدوارم روز به روز خبرهای خوبتری برسه جهان بعد از کرونا عوض شد ما اگه بخوام جهان رو عوض تعبیر کنیم جهان قبل از کرونا و جهان بعد از کرونا رو بگیم اثراتش سالها 20 سال 30 سال تو دانشگاه بررسی خواهد شد و اثرات عجیبی در اقتصاد در فرهنگ در محیط زیست و در پیشگیری های آینده در تپ پیشگیری و یه موجی به سمت در دنیا به سمت تحقیقات ویروس جناسی ایجاد خواهد شد بدرود